از همون جلوی ورزشگاه و ازدحام خودروها میشد حد زد که تو سالن والیبال آزادی چه قوقاییه. با اینکه ورزشگاه آزادی این همه پارکینگ داره، اما معلوم نیست که چرا این همه خودرو در کنار خیابون پارک شدن. خیلی وقت بود که تالار والیبال آزادی این همه تماشاگر رو به خودش ندیده بود. دیدار پایانی لیگ برتر والیبال فرصتی شد تا این سالن پر بشه از علاقمندان به والیبال که تعدادشون طرفدار پیکان و گروهی هم هوادار شهرداری ارومیه بودن. در ست اول پیکان با برنامه تر بود و برنده شد، اما دو ست بعدی رو شهرداری با بازی بهتر از آن خودش کرد. ست چهارم باز پیکانی ها برنده شدند تا کار به ست پنجم کشیده بشه. ابتدای ست پنجم شهرداری 3 امتیاز از پیکان پیش افتاد، اما در ادامه پیکانی ها بازی رو در دست گرفتن و در نهایت 15-12 برنده شدن تا این بازی تماشایی 3-2 به سود پیکان رقم بخوره تا اونها جشن قهرمانی برپا کنند. به نظر من بازی بسیار خوبی بود، از نظر فنی سطح بسیار عالی داشت. به نظر من تو مراحل پایانی اون تجربه تیم ما بود که تونست بازی رو دوباره دست خودمون بگیریم و در نهایت برنده باشیم. تا این مرحله شما حساب بکنید تمام بازی رفت و برگشت بود و آوردن فینال رو فقط تک بازی گذاشتن، اونم به هر حال برای تیم تهرانی میشه بازی خانگی. ما شاید اینجا امروز میهمان بودیم به خاطر تماشاچیای خوب ارومیه که به هر حال دو سوم سالن رو گرفته بودن. اما زمانی که نشست مربیان برگزار میشد تو سالن اتفاقات عجیبی در حال رخ دادن. چی شد؟ ما بالا تو کنفرانس بودیم، اومدیم دیدیم همه چی به هم ریخته. اتفاق چی؟ والا منم تست دوپینگ بودم، حواسم نبود اصلا. بعد بازی رفتم تست دوپینگ تازه اومدم. بازی رو چطور؟ بازی کار ندن ولی واقعا بی انصافی کردن، تماشاگرها ما رو خیلی بد کتک زدن. همه دوستای من زخمی شدن، سرشون شکسته، دندوناشون شکسته. تو این همه بازی، تو این سال واسه یه تماشاگر بی احترامی کردیم، اینا واسه ما این کارو میکنن؟ حیف شد که این بازی زیبا پایان تلخی داشت و بدون اینکه مراسم پایانی برگزار بشه دارن وسایلشو جمع میکنن.